رویای اقیانوس دوستای عزیز سلام خدا کنه خوب باشین یک داستان جدید هم براتون براتان میخوانم خدا کنه خوشتان بیاد نام از این داستان است رویای اقیانوس ای این داستان نهاتوی این نوشته کرده و لیتهی بیچکه و او را رسامی کرده آقای کاوه آهنگر این کتاب از زبان انگلیسی و زبان فارسی برای کتابخانه درخت دانش و ما و شما ترجمه کرده به این بی داستان گوش بتیم و ما پیش از او یک کمک از داستان براتان میگم خوبی داستان داستان مرجان است مرجان جستجو و کاوش در رودخانه را بسیار دوست دارد یک روز او یک رنگین کمان ماهی را که در بین سبزای رودخانه گیر مانده بود نجات میته از او روز به بعد آنها با هم دوست شدن و به ماجراجویی در زیر آب پرداختن بین که آلی داستانم برتان بخوانم و شما به دقت بشنین و تصاویرشان ببینین مرجان علاقه دارد تا در رودخانه به جستجو و کاوش بپردازد او ساعتها در میان آبهای شفاف و آبی رودخانه بازی می کند مرجان با خود اندیشید آیا چند رودخانه روی زمین وجود دارد؟ این رودخانه به کجا پایان می آبد؟ کاش می توانستم تا اقیانوس شنا کنم یک روز یک رنگین کمان ماهی پیدا شد که در میان سبزه های آب گیر مانده بود و تلاش میکرد تا خود را نجات بدهد مرجان با خود گفت من هرگز چون ماهی زیبا ندیدم مرجان به ماهی گفت بگذار کمکت کنم ماهی زیبا که از رهایی خود خرسند بود دم خود را شور داد و به دخترک گفت از دنبال من بیا و ادامه داد تو مرا نجات دادی و اینک من توفه از اقیانوس برایت می دهم. مرجان پرسید توفه از اقیانوس؟ پس از آن مرجان به درون آب خیزد آب اطراف بدن مرجان را پوشانده بود مرجان با رنگین کمان ماهی شنا می کند و شنا می کند آنها به شنا کردن در مسیر رودخانه ادامه می دهند آنها شنا کردند و به شنا در میان امواج بزرگ توفنده ادامه دادند تا اینکه به اقیانوس رسیدند سرانجام آنها به اقیانوس رسیدند مرجان به سختی می توانست آنچه را که می بیند باور کند رنگین کمان ماهی دم خود را شور می دهد و در میان آب به رقص می پردازد آب و اقیانوس سرد و شفاف بود آبها چنان مرجان را در وین گرفته بودند که گویی او را در آغوش کشیده باشند پس از آن پنجره به سوی دنیای زیر آب باز می شود مرجان با خود می گوید من هرگز این همه نور ندیدم اینجا جایی است که ما بازی و پایکوبی می کنیم زمین زندگی ماست یکی از مایی ها به مرجان گفت کاشف زیبا به دنیای ما خوش آمدید با این تاج تو اینک یکی از ما شدی آن ماهی مرجان را به طرف بستری که از نرمترین گیاهان دریایی ساخته شده بود رهنمایی کرد تا استراحت کند ماهی به مرجان گفت لطفا با ما بمان در همین انگام یک قطر آب شور اقیانوس بر روی مشه های مرجان می افتد او پلک می زند و در یک لحظه دنیای زیر آب ناپدید می شود مرجان در کنار رودخانه دوست داشتنی خود دراز کشیده است و با خود می اندیشد آیا این همه یک رویا بود تمام کسانی را که مرجان می شناسد رویاهای خود را دارند رویای مرجان این است که یک کاشف بزرگ شود مرجان درس می خاند و مطالعه می کند و به رویه های خود ادامه می دهد و امیدوار است یک روز چیزهای تازه تازه در آب و در روی زمین و در چهار طرف دنیا کشف کند مرجان با خود زمزمه می کند رنگین کمان ماهی من به نزد تو بر می گردم. یک روز من به نزد تو باز خواهم گشت سطح خانش این کتاب دوست و برای کودکان در نظر گرفته شده است که توانایی شناسایی واجه های آشنا را دارند و می توانند واجه های جدید را با کمک دیگران بخوانند. برای دستیابی به منابع باز آموزشی و کتاب قصه کودک به سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید. پایان داستان